سلام به همه شما همراهان عزیز هویج. خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیوی جذاب دیگه از هویج در خدمت شما عزیزان هستیم. میلیون ها فیلم در طول بیش از یک قرن فعالیت سینما ساخته شدند، اما تعداد کمی از آنها به عنوان فیلم های قوی و شاهکار خود را متمایز از بقیه ساختند. این فیلم ها عموماً به عنوان فیلم بزرگ شناخته می شوند، فیلم هایی که اعتبار و زیبایی آنها با گذشت زمان، تغییر رویه بازی در دنیای سینما و ذائقه های متفاوت و همیشه در حال تغییر دچار کوچکترین خللی نشده است. اما بگذارید صادق باشیم، هر فیلم بزرگی مانند جنگ ستارگان، پالپ فیکشن و راکی نیست، فیلم هایی که می توان بارها و بارها آنها را تماشا کرد. بعضی از فیلم های بزرگ تاریخ سینما اگرچه بدون شک ارزش یک بار تماشا را دارند، اما شاید دوست نداشته باشیم بعد از مدتی برای بار دوم به تماشای آنها بنشینیم و حتی شاید هیچ وقت. ما در ادامه این ویدیو قصد داریم شما را با فیلم های بزرگی آشنا کنیم که بعد از یک بار تماشا دیگر هیچگاه به سراغ آنها نخواهیم رفت. با هم ادامه این ویدیو رو میبینیم، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. یک شکارچی گوزن. جنگ یک جهنم مجسم است و در حالی که هیچ فیلمی نمیتواند به طور کامل و واقعی وحشت موجود در میدان نبرد را به تصویر بکشد، فیلم جنگی کلاسیک شکارچی گوزن سینماها را به یاد حلقه نهم جهنم دانته میانداخت. این فیلم در سال 1978 توسط مایکل چیمینو ساخته شده و داستان سه کارگر سابق خوشتیپ کارخانه فولاد را روایت میکند که برای دیدن جنگ ویتنام آرام و قرار ندارند. اما وقتی در نهایت آنها وارد جنگ های ویتنام می شوند، با بدترین شکنجه هایی که متصور بودند روبرو می شوند و درد و ترس ناشی از این شکنجه ها حتی پس از بازگشت به خانه نیز آنها را رها نمی کند. 2. پیر پسر. فیلم کره پیر پسر یا اولد بوی از آن دست فیلم هایی است که علارغم شاهکار بودند حالتان را حقیقتاً بد خواهد کرد. می‌خواهید مردی را ببینید که عقلش را از دست می‌دهد و در اعماق رذالت ناشی از محرومیت به یک حیوان تبدیل می‌شود؟ بله، این همان اتفاقی است که در 20 دقیقه ابتدای فیلم رخ می‌دهد. یک تاجر مست به نام او دایسو روبوده می‌شود. به یک بار خود را در درون یک سلول رازآلود زندانی می‌بیند بدون اینکه بداند چرا و توسط چه کسی روبوده شده است. شماره 3 آینلند امپایر. تمامی فیلم های دیوید لینچ به نوعی شبه رویا هستند، اما آیلند امپایر یک سورئالیسم نیمه آگاهانه محض است، یک ارکستر سینمایی که بیش از 3 ساعت ادامه دارد. این فیلم همانی است که برخی از منتقدان آن را فیلمی غیر ممکن برای نقد کردن در روزنامه و بسیار پیچیده و غیر قابل درک توصیف کردند. تماشای این فیلم مانند این است که به یک بار وارد دنیای بدترین کابوس های لینچ شده باشید. برای برخی از طرفداران فیلم های لینج، تماشای آنلند امپایر یک تجربه سینمایی خیره کننده است، اما اغلب سینما روها آن را بدترین ماجراجویی سینماییشان توصیف کردند. شماره 4 کشتیگیر. دارن آرنوفسکی سابقه طولانی در شکستن قلب و تکان دادن تماشاگران فیلم های خود دارد. او همان کسی است که فیلم های ویرانگری مانند چشمه و مرثیه برای یک رویا را ساخته است. فیلم هایی که ممکن است چند روز پس از تماشای آنها نتوانید مانع گریه خود شوید. یکی دیگر از فیلم های او کشتی گیر است. فیلمی در مورد عضلات دردناک، استخوان های شکننده و عمیق ترین و تاریک ترین تنهایی و انزوایی که یک انسان تاکنون تجربه کرده است. شماره 4 فهرست قتل. فیلم فهرست قتل یا کیل لیست ساخته بن ویتلی یک فیلم بریتانیایی ترسناک است که خشونت و وحشت موجود در آن را میتوان با فیلم های پیر پسر و فیلم ترسناک مرد حصیری مقایسه کرد. تماشا کردن فیلم تا پایان بسیار دشوار است، چه برسد به اینکه بخواهید یک بار دیگر نیزان را از ابتدا تا انتها به تماشا بنشینید. این فیلم در سال 2011 ساخته شد و داستان آن درباره سربازی است که اکنون به یک قاتل اجیری تبدیل شده و به یک بار با مشکلاتی بزرگ روبرو می شود. او دچار مشکلات مالی شده و روابط شخصیش بحرانی شده است و اختلال استرس ناشی از حوادث گذشته نیز او را رنج می دهد. شماره 6 دشمن.
اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که از عنکبوت میترسید، به شما هشدار میدهیم اگر موجودات هشت با شما را دچار وحشت میکردند، باید از فیلم دشمن به شدت فاصله بگیرید. این فیلم تریلر ترسناک که توسط دنیس ویلانوو ساخته شده، پر از تصویرسازی عنکبوتی است. از یک عنکبوت غول‌پیکر در حال پرسه زدن در شهر تا زنی با سری شبیه روتیل. حتی علاقه‌مندان به عنکبوت نیز این فیلم را کمی ترسناک و ناراحت کننده خواهند یافت. شماره 7، منچستر کنار دریا. شاید وقتی پای به تصویر کشیدن درد و غم به میان آید، هیچ کس نمیتواند جای کیسی افلک را بگیرد. شاید این غم در چشم‌های سوگوار یا صدای خشدار و زمختش قابل حس باشد. هرچه که هست، افلک میتواند غم و دردش را با تماشاگر به اشتراک بگذارد و او قوی ترین بازی افسرده کننده خود را در فیلم منچستر کنار دریا ارائه میدهد. افلک در این شاهکار سینمایی نقش لی چندلر را بازی میکند، یک سرایدار ساختمانی که از دنیای اطرافش بریده است. شماره 8، سکوت. فیلم سکوت پروژه جذاب دیگری از مارتین اسکورسیزی است که در آن دیگر خبری از گنگسترها، پلیس‌های فاسد و قاتلین تاکسی سوار نیست. به جای این داستان‌های جذاب، این فیلم داستان دو کشیش است به نام‌های پدر رودریگز و پدر گاروپ که برای تبلیغ دین مسیحیت و اطلاع از سرنوشت استادشان به سرزمین آفتاب تابان سفر می‌کنند. هدف اصلی آنها جستجو و نجات پدر فریر است که توسط دولت ژاپن شکنجه شده و زیر این شکنجه‌ها دست از ایمان خود کشیده است. شماره 9، کشتن گوزن مقدس. یورگوس لانتیموس یک فیلم ساز منحصر به فرد و بسیار با استعداد است، اما فیلم‌هایش همواره باعث می‌شود که مخاطب درد و رنج را در درون خود حس نماید. وقتی که پای تماشاگردان فیلم‌های او به میان می‌آید، تنها یک فیلم او کافی است که شما را افسرده کند. فیلم کشتن گوزن مقدس فیلمی در مورد بیرحمی انسان و خشم خداوند است. در این فیلم کالین فارل نقش یک جراح قلب خونسرد و بیاتفه به نام استیون مرفی را بازی می کند که علاقه او به مشروبات الکلی باعث مرگ یکی از بیمارانش شده است. شماره 10، ایستگاه فورت ویل. رایان کوگلر و مایکل بی جوردن فیلم‌های بسیار دوست داشتنی با قابلیت تماشای چند بار ساختند. پلنگ سیاهی که از سرگرم کننده ترین فیلم‌های دنیای مارول بوده و کرید نیز تقریباً بی نقص ساخته شده است. با این وجود، ایستگاه فورت ویل با این دو فیلم‌ها تفاوت بسیاری دارد. اولین فیلم کوگلر با داستانی قوی که هر کسی دست کم باید یک بار آن را تماشا کند. اما این بدین معنا نیست که دوست داشته باشید خیلی زودتر بار دیگر به تماشای آن بنشینید، به خصوص اگر داستان فیلم برای شما آشنا باشد. شماره 11، اتاق. فیلم اتاق که بر اساس رمانی نوشته ی اما دوناگو ساخته شده، داستانی در مورد تلاش برای بقاست که پایانی امیدوار کننده دارد، اما رسیدن به این پایان خوش از مسیری سخت و دردناک می‌گذرد. در این فیلم بری لارسون نقش جوی نیوسام را بازی می کند، زنی که ربوده شده و برای 7 سال گذشته در داخل یک اتاق کوچک زندانی شده است. در طی این مدت اسارت، او یک پسر بچه دوست داشتنی به نام جک را به دنیا می آورد که به نظر او این اتاق کوچک ابتدا و انتهای دنیاست. این چیزی است که مادرش به او گفته تا پسرک بیچاره بتواند به زندگی در این فضای تنگ ادامه دهد و زنده بماند. شماره 12، اتاق سبز. فیلم ترسناک اتاق سبز به کارگردانی جرمی سالنیه داستان یک گروه موسیقی پانک را روایت می کند که پس از شاهد یک قتل فجی بودن در یک کلوپ دور افتاده، توسط گروهی نئونازی خشن مورد تهدید قرار می گیرند. آنها که می دانند صاحبان کلوپ اجازه خروج به آنها را نخواهند داد، خود را در درون یک اتاق سبز حبس کرده و آماده دفاع از خود می شود. اما آشنایی با هنرهای رزمی در حالی که حریف شما سلاح گرم در اختیار دارد چندان کارساز نخواهد بود. در حالی که قهرمانان داستان فیلم کاملا درمانده شدند، اتاق سبز به کابوسی پر از خونریزی و کشت و کشتار تبدیل می شود. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو تماشا کنید. همچنین یادتون نره که نظراتتون رو در قسمت کامنت همین ویدیو به اشتراک بذارید و به ما بگید که دوست دارید بقیه ویدیوهای ما در مورد چه موضوعی باشه. ممنونم. نظراتتون رو با ما در میون بذارید و بگید چه مطالبی رو بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. هویج حواستون رو داره.